آیا تبریک گفتن سال نو و نوروز آیا جایز هست؟ نوروز یکی از جشنهای مردم پارسی هست که سالها این روز را جشن می داشتن. مقدسات آنهاست. نباید به این روز توهین کرد. همه ادیان الهی، همه کتابهای آسمانی حق هستند. زردشت و وعظت عیسی، موسی، محمد، تمام ادیان. و اگر کسی به نوروز توهین می کند، این از دایره انسانیت خارج هست. و حتی پیامبر خدا فرمود که نباید به آیین و دینهای مردم توهین کرد. حضرت موسی نیز فرمود، زردشت نیز فرمود، تمام پیامبران نیز فرمودند که نباید به آیین دیگران توهین کرد. 124 هزار پیامبران آمده هست کم و بیش، اما نباید به هیچ دینی، به هیچ آیینی توهین کرد. اگر کسی نوروز را تبریک میگوید، سال نو را تبریک میگوید، این شرک نمی شود، این گناه نمی شود. یک روزی است که سال نو می شود و طبیعت تازه می شود، طبیعت نو می آید و مردم خوش هستند که بهار آمده است، سال نو آمده است. مردم دعا می کنند که سال خوبی در پیش داشته باشیم، مشکلات ما دور شود و این روز را گرامی می دارند و دعا می کنند و جشن می گیرند. این غلط اشتباه نیست و خداوند دلها را می بیند نه ظاهر را. و نباید به هیچ مقدسات هیچ دینی توهین کرد، نباید به نوروز توهین کرد و باید ما احترام بگذارید به روزای مقدس دیگه مذهبها، تا دیگه مذهبها نیز بر مذهب شما، به عید شما احترام بگذارند. و باید ما محبت داشته باشیم، دنیای محبت، دنیای عشق. و باید ما این روز را با دوستان خود ملاقات کنیم، با دوستان خود بیرون برویم و این طبیعت زیبایی که خداوند برای ما داده هست و این تحفه الهی که هست، باید ما این روز را جشن بگیریم تا و از خدا سپاسگزاری کنیم که الهی این بهار توست، این روز جدیدی که تو برای ما دادهید، با سال جدید، با فصل جدید و با طبیعت جدید. و این سال را نیکو برای ما بدار تا ما بتوانیم این سال خوش و سال صلح داشته باشیم، سال محبت داشته باشیم، تا باشد دنیای محبت داشته باشیم. هیچ مذهب بر مذهب دیگری برتر نیست، هیچ انسان بر مذهب بر انسان دیگه برتر نیست، مگر تقوای او، مگر در دلش رحم باشد برای همه ادیان. نباید هیچ انسان مذهبای دیگر را به خطر برساند. باید همه به همه محبت بدویم، باید این روز را جشن بگیریم و نباید شرک بگوییم، چیزهای نفرت آمیز بگوییم. باید با دوستان خود، با همه مذاهب یک جا بنشینیم و جشن بگیریم، دنیای محبت داشته باشیم، نه خودخواهی، نه جنگ، نه نفاق. همه مذهبها را باید شماها قبول کنید، بپذیریم، آن وقت صلح خواهد آمد. به مقدسات همه مذاهب باید ما احترام بگذاریم. تا که جنگ و دعوا؟ اگر آن مذهب، هر مذهب خود را بهتر می داند، نباید جنگ و دعوا کنیم. بگذاریم که خداوند فیصله کند، هر کس که خوب باشد یا بد باشد، و خداست که فیصله می کند کی را سزا بدهد، کی را نه. خدا فیصله می کند آیا که سزا بده یا نده. فیصله به دست ما نیست که ما بگوییم که خدا تو اینها را سزا بده. خداوند حرف ما را گوش نمی کنه. خداوند ظالم نیست. خداوند قاتل نیست. خداوند مثل ما بنده ها نیست. خداوند مهربان هست. برای همه رحم می کند. دعای همه را می شنود. همه بنده های الهی است. در هر مذهب که باشد، نباید کسی را به خطر برسانیم. شما را دوست دارم، در پناه خدا باشید.
اگر میخواهید که همیشه از همه مصیبت ها در امان باشید، اگر میخواهید که هر دعای شما قبول شود، هر حاجت شما بر آورده شود، تمام مشکلات شما دور شود، یک بار از انگشتر ما استفاده کنید و برای به دست آوردن انگشتر ما میتونید به شماره واتساپ که اینجا نوشته هم تماس بگیرید و آن انگشتر را به دست بیارید تا که زندگی شما عوض شود، تمام مشکلات شما دور شود و هر حاجتی که در دل دارید بر آورده شود و هر خواهش و هر دعایی که دارید